I had to say it بچه ها رکوردیم ها چیه خواستم بگم بارون با شورت اومده این رکوردی که میره تو یوتیوب باید دیگه یعنی منم پاشم صدای من الان از میکروفون میاد آره ولی خیلی بلند و ناهنجاری عجیب بود واقعا؟ نه الان خوب شد اسکافه ریختم ته ماگ هفت یخ ریختم توش با آب کافی سر با هم زبط تو شروع کنم من این دوربینه نیست خیلی جلوه باید آدم مراقب باشه که دندونش غذا داری دندونو که نکرده باشه یه زی دیسکاستینگ باید بگیم یزی حال به همزان اول هر اپیزود باید بگیم من بخواستم اداره قهر من داشتم با این اپیزود گذاشتم که صبحونه ها بخورم مرسی بعد از که حال <تصفح> هم کردی بنده خدا بذار من این بگم دیروز رفته بودم اسکی خیلی صف طولانی بود سوار چیزاشی سوار دیفتا بشی ساعت مثلا تشت و نیمه شب نوه شب بعد جلوی ما سه نفر بودن دو تا پسر یه دختر های بد یعنی ببین بوی علف بالا بعد میره تنم یکیشون میخندید ببین رو فاز نره بلند بلند میخندید اصلا قطع نمیشد بعد اونجا با ماسک بزنی ماسک هم نداشت بعد یه یارو اومد بهش با ماسک تو ماسک گذاشت دوباره میخندید بعد تو اسکی که میری تو تنها چیزی که انتظار نداری از آدمو ببینی پوست بدنه بخاطر اینکه پوشیده ای کامل هوا سرد هزار لایه پوشیده اینا یکی از اینا جلوی من بود خم شد بوتش رو ببنده این انگار شلوارش مثلا تا نصف اومد با این کامل دوربین رو داد سمت تو آه صد مبارک کامل لخت افتاد بیرون از پسر ها؟ آره آره ببین های بعدا یه جور عجیبی های خیلی اتفاق میفته حالا اینو میگی من شده که ما میرفتیم سایپرس ام... طرف اون بالا کت و اینا رو در می آورد لخ می اومد پایین یعنی بالا تنه رو کامل در می آورد فقط شلوار پاش بود و بوت و لخ من ندیده بودم یه خیلی بعد مطمئن نه این ناخواسته بود یعنی نصفه داد پایین بوتش رو بس و شد دوباره کشید بالا شلوار رو تو سطح <تصفح> امکاناتی که در اختیار شما گذاشتم تو سطح جامع جامعه هم میبینیم این رو من اصلا دوست ندارم نه این یه ذره بیشتر از سطح جامعه بود سطح, <تصح> سطح جامعه مثلا یک پنجم بالاست این قشنگ نصف کامل بیرون بود قشنگ بله حس که خود سرده الان دهش. اون چیزی که اون زده بود ده اون یه فضای دیگه بود آره من هم چند, باشم. چند روز پیش تو خیابون یکی بدیدم فکر کنم وید زده بود و میخندید انقدر برا من یعنی منم هم میخندیدم دیگه اون که خیلی انترتنین شده بود واقعا دوره دور این افراد باشه چی گفتیم گفتم قسمت همتون بشه انشالله انشالله چه خبر دیگه فرزاد فرهاد شما همه چی ردیفه مشکل نشتین؟ نه خوب بوده دمت کم آن رسین رو بگم ایمان زحمت کشید یه دستگاه خفن شبونه اردر داد صبح اومد دم خونه حتی شاید برعکس صبح اردر داد شبونه و من هر صدا میکروفون استفاده میکنم میکروفون فیک هم نیست خودشه خب بعدا اون رکوردر رو چیکار میکنی ایمان استفاده میکنم دیگه استفاده میشه چون قرار من بعدا پادکست بزنم نه نه یا نه بچا هر کی بخواد پادکست بزنه تو این هفته کلی آهنگ ضبط کردم اینه اینا که به دست کنن یه دستگاه جوز بهش دادن ضبط صوت بهش دادن شروع کرده نوار خیلی باحاله از صبح تا حالا من هم باید تشکر از ایران ایمان یه دستگاه دست به من داده دستگاه پی 4 فور با هدفون و سیم و واقعا پی اس فور چی شدی؟ من نگرفتی دیگه من پیتر هست دیگه بخواهم چی کنم بجه دلم بارون جان یه دستگاه هم برای شما گذاشتیم کنم از شما به ما رسیده قبلا مرسی که گفتن نداره دستگاه برای کار دیگره ولی خواهی دستگاه هم برای شما گوشیم محفوظه که... <تصفيق> <تصفيق> محفوظه تو چه خبر خودت ایمان؟ من هم خوب دیگه خوب و خسته و من یه گردن درد عجیبی گرفتم حالا توی این چند داره <applause> چی داستانش؟ یعنی چند روز گذشته که توی چند ماه گذشته دوسته بار رفتم کاریوپرکتر رو چون جام... از این ماساژ و فلان و اینا مثلا یه هفته دو هفته خوبه ولی باز دوباره برمیگرده به حالت عادیش من احساس میکنم دایگنوز کردم که چیه میز من خیلی پایینه سطحش بعد صندلی من اونقدر پایین نمیره یعنی من دسته های صندلیه گیر میکنه به زیر این میزه و من میخوام بیام جلو و بعد بیام خودم و بیارم جلو به جایی که حالا در واقع با صندلی برم جلو برای همین احساس میکنم اینه ولی واقعا دردی گردن خیلی درد بدیه الان در تو طولانی مدت بازی میکنی چهار، پنی دو دو... زیاده دیگه. دیگه. من چهار پنج ساعت سر دیگه, ولی سر هم همیشه پشت کامپیوتر و نشستم و یعنی تمام مدت رو صندلی و پشت کامپیوتر دیگه ولی از تو که بدتر نیست نه منظرم اینه که خب آدم بازی که میکنه تو همه حواست جمعه مثلا دو ساعت جلو رفتی میدونی آره, آره. وقت نمیگم مثلا یه این ور اون نگاه مثلا کار میکنی حالا این ور نگاه میکنی قراعدایی میای ولی اون بده آقا پروژه بعدی بعد قراعدا پر... م... خوب پروژه بعدی میز و صندلی بریم آره مدیریت کنیم <تصور> 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 ولی آدم به حواسش باشه دیگه حالا اون روز کارون گفت گفت بعد ورزش اینا بکنی و درسته یعنی yani آدم دیشب میگم بیا بریم اسکی میگه درد میکنه من نمیدونم اون سیزن پس رو برای چی گرفتی تو تو نرفته بودی دیگه ها حالا خودت بعد دو هفته دو... بارون بود نه نه بارون بود من هر بار اومدم برم هفته پیش اومدم برم بارون بود و دیگه وایس داد پدر کارون که میدونی من پدر اسکی باز بود قهار <تصح> بودن دیگه چون مداد من از بچگی بردن تو کوه ای این هفته گلوت هم در گرفت <تصح> 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 من یه سم وارد بدنم شد کوروش اومد اینجا گروش نمیدم میدین یا نه تو کار مجازاته کلا فکر کنم اگه یوتیوبر نمیشد جلاد میشد صد درصد. صد اصلا این بود که مثلا داشتیم لایو استریم بود گفتش که اگر که مثلا هر دفعه که به یه مجازات داری بعد یکی از مجازاتش این بود که یه شات سرکه بزن بعد خب سرکه هم آورده بود و سرکه سفید آورده بود و بعد من گفتم خب دیگه از دیگه ودکا که بدتر نیست مثلا چه درصدش الکل دیگه ودکا دیگه چی میتونه باشه چقدر میتونه بد باشه یه نصف شاد ریخت و گفتم بابا کاری نداره آقا من این شاتر ز... همون که اومد بالا یعنی اصلا فقط رفت گلو من و بیرون اومد ببین گلو دردی گرفتم که هنوزم گلو درد دارم دارم هر روز صبح چهار تخمه میخورم بعد برای... سرکه ببین سرکه فکر کنم از این برای این سرکه از اینا بود که بعد مثلا با زمینو میشورم ببین دردی گرفت این هنوز هنوزم درد میکنه مثلا اون شب که من نخوایدم اصلا از درد گلو چون که اون مثلا مزه و بوی سرکه رفته بود توی گلوم نفس که میکشیدم سرکه میکشیدم تو من تا دو ساعتی رو سرکه های بودم ولی خیلی درد داشت خیلی هیچ وقت فکر نمیکردم اینقدر درد داشته باشه سرکه عجیب آخر برای سینوزیتو اینا میگن سرکه بخورید اونم رو... نه اینکه شات تور یعنی من اینطوری فر چرا حالا میگن شات بزنید حالا بعضی میگن خوش خیلی خوشمزه با آب و اصل قاطی کن ولی من میزدم من صبح بیدار میشدم سرکه میخورم من سرکه سیب میخوردی آره آره سیب نه این سرکه سفید مثلا مال آه. مزرعه بود این خیلی چیز بد مزه خیلی بد بود پنج خنده هایی که کوروش میزد اصلا آره. با یه کیف آماده تجهیزات اومده بود ها هزار نفر خلاصه ما رو داد لاکار <applause> آره, آره آره نه اصلا میگم خونهشون یه قسمت دارن قسمت مجازات اصلا خلاق وسایل مجازات داره اون <applause> آره 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 بریم سر اپیزود بفرمایید どう سلام اینجا خودکست یه ای پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم ای یکی از میزبان این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و فرزادم ماما ما هستن سلام سلام امروز اپیزود 267 و و ماست و اینکه امروز صبح یه دونه مصاحبه به همون کردن برای بچه های پادکست بینوشاکست که خب ما ما بهتون میگیم احتمالا توی چند هفته آینده منتشر میشه فخواستم رو در جریان باشید اپیزود دیگه هم که پنج شنبه منتشر میشه با ما محیات داریم مصاحبه میکنیم کسی که قبلا توی پادکست ما بوده در مورد ماجرت تحصیلی میخوایم صحبت بکنیم و یه سازوکاری که حالا اونا درست کردن یه اپلیکیشنی که درست کردن که خودش حالا بیشتر توی اپیزود پنج توضیح میده من خواستم فقط این دو تا مسئله بگم قبل از اینکه یادم بره اه, چه خبر خوبید ردیفید مشکل ندارید نه عالی خندی میخندم فراد میخندی <تصح> <تصح> یه سوال دارم از شما که میدید اون سایپرس من این لاستیک زمستونی رو که انداختم روی ماشین زیر ماشین البته خیلی دوست دارم برم جای امتحان کنم آیا تو محوطه پارکینگ و اینای سایپرس میشه امتحان کرد آره بخوا دیشب داشتن یه سری ها امتحان میکردن لاستیکاشونو رو دور پلیسی می‌زدن تا پارکینگ همیشه برف نیست تو خود پارکینگ ولی این دفعه بود آه اوکی آره میشه تو, تو هم به؟ زمستان داری؟ من؟ لاستیک؟ نه من قلب روفی دارم ولی باید داشته باشی یا جریمه میکنم دیدی با امه, به علاوه اس میریم بالا. بالا اون بالا جریمه میکنه؟ بالا داری دیگه آره. دیگه اما نه وینتر تایر فرق آره تو تو با اونا وینتر میخواد آره ام ام برای اس اونجا کاور میکنه فکر نمیکنم اه... فکر کنم که فکر کنم اولش نوشته وینتر تایر اگه اشتباه نکنم اون مسیرا که اون دفعه رفتیم اون خونه دقیقا همه پیچه زده بود از اینجا به بعد و بعد چیز و این... داشته باشیم وینتر تایر داشته باشیم آره یه ذره فرق بعد اینکه چه خبر دیگه فراد فرزاد شما ردیف مشکل نشین طول هفته همیشه خوب بوده فرزاد تو با گروه جدید تونستی کنار بیا آره خوبه کار زیاده همچنان الان کار شما خیلی زیاد شده باشه دیگه چون که باکسن وارد کانادا شد و دارن سعی میکنن که یه جوری اینو پخشش بکنن دیگه آره یه قسمتی از سیستم ما که حالا هیچ موقع استفاده نشده بوده ولی هم ایمپلمنت شده بوده برای همچین موقعی که بتونه واکسن به تعداد زیاد و در واقع تو سیستم ثبت بشه و رو هر بیماری و اینا حالا احتمال داره اگه قرار باشه بیاد تو سیستم ما من پروژه کار کنم اگه واکسن ما رو اگه خواستید بذاریم اون کنا برای تو اوکیش کنم چی؟ واکسن ازولانی میزنن یا؟ تو <applause> <Eurosig> یه 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 ترندی یه ترندی میبینم روی تیک تاک حالا اینستاگرام شاید باشه که مردم حالا خانواده‌هاشون رو سر کار گذاشتن پرنک که مثلا آقا من رفتم واکسن رو زدم چون تو اخبارش هست مثلا همینطوری که دارن به خانواده میگن یهو تیک میزنن یا یو بعد یارو میگه چی شد <تصفح> خیلی خنده داره ببین. من یه دونه دیده بودم توییت دیده بودم در واقع یا نوشته که آره رفتم این واکسن جدیدی که روسیه زده رو مثلا امروز زدم و خدا شکر برای من هیچ عوارضی و بقیهش رو راشن نوشته بس از هم انگلیسی هست اینا ولی الان خیلی حرف ها اینا پشت سر این واکسن ها هست یعنی هفته پیش هم یه ذره بهش پرداختیم الان داره بدتر میشه در مورد کانسپیرسی که هست که چم دی ای تو قرار عوض بکنه میخوان چیپ بذارن تو بدن تو اینا فرهاد یه دونه یه <chiar> <robe> گروه حالا برای خودکست داریم فرهاد یه دونه ویدیو فرستاد که یه خانومه اومد شاید از مثلا یه ویدیو یازده دقیقه داشت در مورد کارهایی که تو زندگیش کرد و مثلا که آورده و او اینا رو میگفت و بعد آخرش هم برگشت گفتش که آره اومده دینه دی ای رو عوض کن و فلان ریسار و اینا خلاصه جالبه من که توضیح دادم ترجمه‌اش هم کرده بودن یعنی فارسی هم رفتم تا... اون پتنتر رو نگاه کردم شیشی شی که میگفت او مال مایکروسافت عددش اون نیست یا علامه صفر و اینا وسطش داره اون شی 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 گو 666 داره نه شی 0606 آره 06. یه عدد طولانی مال مایکرو... ولی مغلطه مغلطه بود خوندی نه نه اون پتنت ربطی به این قضیه نه آره اینا یه پتنتی دارن روی اون مفهوم ولی چه ربطی داره با بعد اون ویدیو رو من انقدر دیدم افراد دوست آشنا بشتر گذاشته بودن خیلی برای سلام به دوست هرس. همش همه هرس خورده بودن بارون تو چطور تو هفته خوبی داشتی مشکلی نداشتی همه چی آرومه ببین ایما چیز استریم گذاشته بودیم ما فیفا بازی کردیم و اینا بله بله بعد من بردم درسته اونا همش دروغ بود <applause> هفته پیش گفتم بشنم فیفا بازی کنم شروع کردن بازی کردم من دیویژن چهار بودم چهار تا بازی مونده بود اگه یه دونش دو رو می بردم دیویژن سه دو رو می قهرمان می شدم. خب اون چهار تا دو تاشو باختم دو تاشو مساوی کردم دیویجن... موندم دیویژن چهار بعد گفتم خب این سری که شروع کنم دیگه همه رو ردیفی میبرم گفتم چیکار کنم ترکیبم باید عوض کنم ترکیب عوض کردم شروع کردم به باختم حدود 15 تا بازی این رو من پشت هم باختم <تصحق> افتدم, خب دیویژن 4 افتادم 5 وقتی افتادم 5 گفتم خب بذار 5 و قهرمان میشم میرم بالا 5 هم افتادم رفتم 6 نه بابا ببین الان خیلی با اتفاقایی که داریم ببین بقیه خیلی دارم پیشرفته اصلا نمیتونستم با حمله نمیتونستم دیگه بکنم 60 درصد بازی دست اونا بود بعد چیزه بود کلاق بود اومدنم را رفتن کپکو یاد بگیره اصلا دیگه بازی خودم هم نمیتونستم بکنم بعد رسیدم دیویژن 6 اصلا ناراحتم شده بودم شک کردم به خودم که چیه داستان اینا کلی فکر کردم بعد تو این مدت من حدودا اصلا هر یه بازی دو بازی ترکیبم عوض کردم تمام ترکیبا رو تست کردم به جز دفعه دیگه به خودم شک کردم گفتم که چیکار کنم نشستم فکر کردم ببینم اون ترکیب اولیه چی بود من با تو بازی میکردم. اونو گذاشتم سعی کردم بازی خودم یادم بیاد دیگه دیویژن 6 رو بردم ما که بعد ولی از 4 تا 6 یه جوری اون چیزا رو نشون میده برد باخته همه قرمز ال 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 خودخوری نکرد خیلی خودخوری کرد بعد میباختم خیلی عجیب بود بعد فیفا هم ببین اساسا حالا وارزون میبازی دوباره از اول شروع میکنی چیزه ولی فیفا قشنگ میره تو مغزت یعنی رو هم جمع میشه قشنگ رو هم جمع میشه من واقعا ریجایی که تو فیفا کردم و تو هیچ بازی دیگه تا وال از چهار به شیش دسته هایی که من تو سر خودم زدم تو فیفا تو هیچ بازی دیگه با حضور فرهاد و فرزاد من نزدم ببین، این حالا داره طولانی میشه ولی فرزاد جنرز بشه من تو استریم من ببین اصلا بازی که هیچ چی نمیدونه یعنی اصلا نمیدونه باید چیکار بکنه تو بازی <تص> بعد ببین اصلا دیگه هر بود بود یا میخونم و میگم میدونی چیه میگه میگم, میگم توتوریالش بازی کردی آره ولی طولانی بود زدم جلو میگم بابا توتوریالش حداقل بدون این دکمه ها چی کار میکنه از اون روستان رو بازی کرده یا نه چیزی نه خیلی سرم شروع بوده ولی یه جا هم گفتم این عراقی ها ریختم خیلی ناخداغا گفتم حال فیلم های چیز ما میدیدیم جنگی تو ایران جنگی بریم اپیزود دست کارون کارون چی آوردی برامون یه آزمایش فکری براتون آوردم آزمایش فکری اخلاقی هست شاید شنیده باشید خیلی آزمایش فکری پیچیده اخلاقیه از ذهنی پیچیده نیست که اینو اواخر قرن 20 مطرح شد به اسم دی ترالی پرابلم مثال معروفیه این داستان اینه که فرض کنید که یه قطاری داره میاد بعد این واگن قطار که اونجا روی ریل داره میاد این ترمز بریده نمیتونه ترمز کنه و شما هم مسئول مسئول که نه اون آدمی هستی که کنار در واقع این ریل قطاری یعنی میتونی یه کاری انجام بدی این قط... اگه ریل عوض نشه قطاره مستقیم روی ریل خودش بیاد بره پنج نفر فرض کنید که روی ریل وایستادن و حالا به هر طریقی نمیتونن جابجاشن متوجه هم نیستن که این قطار داره میاد این قطاره میره اون پنج نفر رو از بین میبره یه ریل جانبی هم هست که از این بر کج میشه میره اگه قطار بیفته روی اون ریل یه نفر روی اون ریل وایستاده. خب و شما کنار اون اهرمه ای میتونی کاری نکنی قطار پنج نفر رو بزنه میتونی اهرم رو جابجا کنی بره اون یه نفر رو بزنه چیکار میکنید شما یه نکته پیش میاد تو اگه اهرمه رو بکشی با دست خودت اون یه نفر رو کشتی اگه کاری نکنی وایستادی و مرگ اونا رو اونا خوش قبلا دیده سن... خونده بوده اینو قبلا نه من دفعه اول بود شنیده ولی ایمان اینطوری کرد است که ایمان شنیده خب حالا چی کار میکردید با توجه به همین نکته که گفتی وای شنبه چه دستی <تصفح> من فکر کنم تغییر میدادم اون یه نفر رو منم چون درس فلسفه داشتم و ایده های یوتلیتریان یعنی و اینا رو یاد گرفتم فکر کنم ناچار باید اون نفر می یه, نفر یه نفر رو تصمیم گرفتم منم اولین بار که حالا اینو شنیدم من این اولین باری که شنیدم نظرم بود که خب یه نفر رو یه نفر رو میگیری جون پنج نفر رو نجات میدی ولی واقعیتش اینه که احتمالا دست نمیزنم به اون به می دست میذاری می پنج نفر رو بکشه من دیگه یارو خوش احمق و ایسای رو رو ریل قطار بکنم نه میگه نمید شاید مثلا گیر نه. کرده دیگه آره به یه دلیلی اونجا دلیلشون هم والا فرس می دست خودشون یعنی خودشون مقصر نیستن اون یه نفرم هم اون یه نفرم گیر کرده مثلا بر اون جای خوبی گیر کرده یا اونم روی ریل دیگه آره یعنی یه ریل گیرنده دست. توی در واقع آره من احتمالا اول گفتم که عوضش میکنم حالا برمیگردم پیم یعنی نمیخوام اون حرف های هایی که توی مثلا مدرسه با بقیه داشتیم بذارم تاثیر بذاره برای من همین بود که من عوضش میکنم آره همین همه همین حرف رو دارم بالای 90 درصد آدم این آزمایش بارها تکرار شده توی مطالعه های حالا در واقع فیلد های مختلف اینو این آزمایش حالا گناه های مختلف این آزمایش انجام دادن بالای 90 درصد گفتن که اون یه نفر رو از بین میبرن یعنی اهرام رو جابجا جا میکنن بعد حالا فرض کنید که اون یه نفر اعضای خانواده شما باشن یا یکی باشه که باش رابطه عاطفی داری اینجا تمام نمیشه این خیلی ادامه یه بدی داره میخواد جای شدونتمون بگید چیکار میکنید جوری دست میزنم برای که دارم میرن اون زیر به تشویق حس میکنم منم جزو میانگینم دیگه یعنی مطمئنا هر کی میانگین کیه میانگین میگن نمیکشن که بیاد سمت خانوادهشون دیگه میذارن. از کجا میدونی؟ کی گفت میگن اینو میگه؟ تو یعنی میذاری اون پنی نفر از بین برم این شخص از خانواده درجه یک باشه خیلی نزدیک اصلا فرض کن رابطه عاطفی باش داری اصلا همسرتونه اصلا در صد همون پنج تا و آره دیگه آره آره این چیز اکثریت هم همینو گفتن وقتی اون یه نفر آشنا باشه اکثریت میگن که اون یه نفر رو خب زنده نگه میداریم پنجتا تا دیگه آره به یه برشون آره بعد جون پنج نفر آقا آره بعد خیلی های مختلفی رو این قضیه انجام شده و داستان اینه که مثل خیلی از بحثهای فلسفی و اخلاقی دیگه که وجود داره این قضیه جواب درست و غلط که نداره اه... دیگه بحثت فقط اینترتین در میکنن اون ایده رو اون مبحث حالا آزمایش فکری و اصلا آزمایش فکری برای همین طراحی میشه که جوانب به مختلف رو باش در نظر بگن بدون اینکه واقعا اون پیاده سازی بکنن و خب اکثریت هم گفتن که حالا تو اون مورد اول ترجیح میدن که اون پنج نفر زنده بمونه تا یک نفر حالا اون حرفی که فرهاد زد خیلی جالبه چون دقیقا به همین قضیه مربوطه و توی این بحثایی که شده اون داستان هم مطرح شده که چی که یه سری ها میگن که دقیقا اگه قطاره همین مسیر خودش رو بره یه کار غیر اخلاقی حالا داشته شکل میگرفته که کشتن پنج نفر بوده ولی شما دیگه مسئولش نیستید شما دخیل نبودید توش شما چیزی رو عوض نکردی در صورتی که اگه بری اهرامو بکشی شما مسئول کشته شدن اون یه نفر هستی. ولی خب نظر مخالف مطرح میشه که نظر قشنگی هم هست میگه که طبق حالا یه سری نظرات اخلاقی میگه صرف حضور تو صحنه ای که رفتار شما میتونه خروجی رو تغییر بده شما رو از لحاظ اخلاقی ملزم میکنه که یه تصمیمی بگیرید بنابراین صرف این که شما توی اون صحنه هستید و اون اهرام کنار دست شماست شما از لحاظ اخلاقی ملزم هستی که یه تصمیم بگیری حالا اگه تصمیم نگرفتی که اهرمو بکشی که قطار بره سمت یه نفر این اینه که تصمیم گرفتی که بره سمت پنج نفر یعنی پنج نفر رو کشتی این بحث رو مطرح میکنم حالا انواع اقسام دیگه داره یه مدل دیگهش هست اینه که همین قطاره روی پل داره میاد و مثلا دوباره داره میره بزنه به یه جایی شما روی پل هستید فقط این قطار رو میتونی جوری متوقف کنی که یه جسم سنگینی مثلا جلوش بندازی و اینا بعد یه آدم خیلی توپلی هم دست بر غذا کنار شما هست شما مثلا اون آدم رو هل میدی بره زیر قطار یا نه یه همچین داستانی و اومدن مغز آدم ها رو گذاشتن زیر دستگاه امارای وقتی که توی سناری های مختلف این قضیه قرار میگیرن و دیدن که حالا کجای مغز واکنش نشون میده وقتی دارن جواب میدن به این سال خیلی جالب میگه وقتی تصمیمت فردیه یعنی اون لحظه که داری یه نفر رو هل میدی زیر زیر قطار میگه اون بخشی از مغز که مربوط به احساسات فعال میشه بخندی داره مربوط به احساسات فعال میشه ولی وقتی که داری تو تصمیم منطقی میگیری تصمیم غیر شخصیه به شخص تو مربوط نیست داری مثلا بین اون پنج نفر یا یه نفر انتخاب میکنی میگه اونجا بخش منطقی داره تصمیم میگیره چون منطق تو داره میگه که خب یه نفر از بین بره بهتر از اینه که پنج نفر از بین بره ولی شخصی که میشه مثلا خانواده در میون باشه یا یه نفر رو تو بخوای دستی هول بدی میگه اونجا دیگه بخش احساسات مغزه که فعال شده دوتا دو تا نکته هم میتونم بگم یا بله بفهمید طرف نباشه نه نه حالا این چیزی که کارون گفت این توی بحثای حقوقی هم صادقه این که اگه مثلا میبینی که یه نفر داره یه فرادیو انجام میده داره یه دوزی و انجام میده اگر که چیزی نگی قانون اینطوری باور میکنه که تو با اون کاری که داشته میکرده اوکی بودی و مشکلی نداشتی و تو این کانادا این صادق توی کانادا و ولی خب یه بود دیگه هم که هست تو میگی که نمیدونی چه تصمیمی حالا تصمیم گرفتی که یه نفر رو بکشی یا پنج نفر رو بکشی تو واقعا چه میدونی که مثلا اون پنج نفره آدمای خوبی هستن یا اون شاید اون اون یه نفره آدم عاقل و بالغی مثلا میتونه دنیا رو فردا مثلا واکسن این بیماری رو در بیاره این تو عقبه خیلی از این آدما رو هم نمیدونی دیگه که اون تصمیم رو داری میگیری یا اینکه تصمیم رو نمیگیری دقیقا آره خیلی مباحث دیگه مطرح مطرح به قول تو اون پنج تا ممکنه دوز باشن یا ممکنه اون یه نفر مثلا مسئول ده تا خانواده دیگه باشه یعنی در اول تعداد اونا بیشتر باشه خیلی پیچیده هستی دیگه جواب درست و غلطی هم وجود نداره حالا سریال The Good Place رو نمیدونم کنم فرها دیده یه قسمت های شو. دیدی فرهاد؟ توی اون دقیقه همین آزمای حالا اگه کسی که دیده باشن یه شرایط تخیلی فرضیه کل سریال داره زندگی بعد مرگ رو تصویر میکنه بعد اونجا یه استاد فلسفه هستش که اتفاقاً خیلی چیزه. چون فلسفه در واقع کار کرده براش تصمیم گیری خیلی سخته چون هر تصمیمی که بخواد بگیره هر کدوم از اون مسیرهایی که حالا ممکن انتخاب بکنه یه سری خوبی ها، یه سری بدیه داره و این کل زندگیش اصلا مشکل داشته با تصمیم گرفتن اونو میندازن دقیقا تو همین آزمایش اه... حالا این سریال اگه دیدید اگه تا آخر دیده باشید آخرش یه... ها؟ یاروه نمیتونیم بگیم دیگه چون مربوط به سریاله سپایل میشه ولی حالا اگه ببینید این آخرش خیلی رندانه میان اون یه سری بحثایی که ما توی سلسله اپیزودهای معنای زندگی داشتیم راجع به حالا اگه زندگی بعد مرگ باشه یا هر خیلی رندانه میاد به اون مفهوم میپردازه من پیشنهاد میکنم اگه ندیدید و دسترسی به سریال دارید تا آخرش ببینید آخرش خیلی چیزای جالبی توشه آره حالا این داستانه، این داستان این آزمایش فکری دترالی پرابلمه، اونجا مطرح میشه بعد حالا این اتفاق تو دنیای واقعی شبیهش افتاده بدبختی سال 2003 جون 2003 یه قطاری ظاهرا همینجوری ترمزش میبره چیز داشته بار حالا وسایل ساختمون اینا بگیم چوب با این داستانها. سنگین بوده بعد داشته میرفته به سمت لس آنجلس و اگه همینجوری ادامه میداده مثلا میرفته میخورده به یه ایستگاه قطار که حدس میزدن مسافر و اینا توش باشه بعد اونایی که حالا از بیرون کنترل میکنن تصمیم میگیرن که این ریلش رو منحرف کنن به کجا به سمت یه محله فقیر نشین که اون ریلی که سمت محله فقیر نشینه بوده میدونستن مثلا تا 15 مایل در ساعت رو تحمل داره در که این سرعت قطاره همین الان خیلی بیشتر از این بوده و اگه میرفته اونجا از ریل خارج میشده که این تصمیم میگیرن میره از ریل خارج میشه میره چند تا خونه رو در میکنه اتفاقا یک خانوم حامله ای هم که خواب بوده مثلا این قطار میاره میزنه به خونهش این از بین نمیره ولی مثلا فرار که میکنه دست و پاش مثلا به خاطر همین پسایلی که توی قطار بوده داغون میشه این اتفاق مشابه اونه که اینا حالا این تصمیم رو گرفتن بعد اینا رو گفتیم که به اینجای قضیه برسیم که این حالا تصمیمات اخلاقی که ما میخوایم بگیریم برای خود انسان ها سختن خب یعنی ما همین الانش دیدیم که جواب سال اول واضح بود جواب دادنش راحت بود به سال دوم که رسید دیگه خیلی معذب تر شدیم که چجوری جواب بدیم حالا الان که هوش مصنوعی و AI در واقع Artificial Intelligence داره پیشرفت میکنه این سوالات یعنی از زمانی که ماشین ها دارن شروع میکنن یه سری تصمیمات رو گرفتن به جای انسان ها این سوالات داره راجع ماشین مطرح میشه خب حالا اون سیستم هوشمند اون لحظه چه تصمیمی رو باید بگیره یه در واقع آزمایشگاهی توی دانشگاه MIT به اسم MIT مدیا لب از سال 2014 یه آزمایش خیلی جالبی رو تو اینترنت ران کرده اه، روی سایت Uh, moralmachine.net uh, من پیشنهاد کنم که برید این تستش رو بدید کوتاه تست رو سریع میتونید انجام بدید من رفتم دادم داستان چه اینا دارن بررسی میکنن که uh, زمانی که ماشین های هوشمند uh, میان بیرون که حالا همین الان بیرون هستن ولی زمانی که ماشینا در واقع این مجوز رو پیدا میکنن کاملا خودکار برونن دیگه سرنشین نیازی نباشه اون موقع اگه توی این تصمیمات اخلاقی بمونن باید چه تصمیم بگیرن حالا توی تو این آزمایش تا الان 40 میلیون نفر شرکت کردن من یه سری از سناریوهایی که مطرح میکنه رو سوالایی که میپرسه رو با شما مطرح میکنم خیلی جالبه و این که تو همه سوالایی که هست دو تا تصویر کنار همه یکی این که در واقع سناری اصلی اینه که یه ماشینی داره میاد ماشین چیزه بدون سرنشین اتوماتیک حرکت میکنه یعنی راننده نداره سرنشین داره ماشینه بعد حالا به هر دلیلی ترمزش بریده ترمز نمیتونه بکنه بعد جلوی این ماشین یه سری آبر پیاده رد میشن با شرایط مختلف حالا آدم های مختلفی آبر پیادن ماشین هم خودش سرنشین میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه فرض کن یه دیوار بتونی یه مقدار جلوتر هست یا اینکه اگه به دیوار بتونی نخوره ماشینه مستقیم میخوره به اون آدما حالا شما باید انتخاب کنید که بری آدما رو بکشی یا بزنی به دیوار بتونی که به دیوار بتونی بزنی خودت سرنشینا از بین میرن سناریو اینجوریه که از خیابون داره حیوان رد میشه مثلا سگ و گربه یه ورش داره انسان رد میشه حالا تو تصمیم میگیری جون حیونا رو بگیری یا جون انسان رو. انسان انسانارو بعد ما اینو توی یا... ای... اینا اون اخلاق اینو گذروندیم همه اینا رو به ما گفتن آره تستو آزمایشش رو وارد دادیم و کلی هم بحث هم شده بود و <تصفح> بود که کسایی که از حالا کشور مختلف میمدن نظرهای مختلف داشتن یعنی مثلا کسایی که از کشور هند اومده بودن توی کلاس ما سر همین حیوانه و انسانها همه مستقیم روی حیوان ها بودن ولی کسایی که مثلا از چیز اومده بودن مثلاً این چی؟ بزن یعنی بزن به حیوان بزنن به حیوان و حیوان رو بکشه ولی کسایی که حالا کانادایی بودن یا حالا مال اینجا بزرگ شده بودن همه بر این باور بودن که آره باید خود سرنشینه بمیره چون سرنشین تصمیم گرفته توی همچین ماشینی بشینه آره حالا تو این آره این این اتفاقی که تو کلاس مفتا خود معلم هم میگه خیلی برای من عجیبی که ما نسبت به نژاد اون الان داریم اینجا مثلا نظرهای مختلف داریم و حالا نمیدونم دقیقا کجا میاد ولی این... آره حالا اتفاقا راجع همین موضوع میخوان صحبت کنم یعنی همین رو مطرح کردم به اون بخشش برسم. بعد موردهای دیگه ای که داره مثلا اینه که یه سری بی خانمان دارن از خیابون رد میشن که اینا قانون رو رعایت کردن چرا سبز رد شدن یا اینکه تو بری بزنی به اون یکی خیابون که یه سری آدم مثلا فرض کنی. مدیر داره رد میشه ولی قانون رو رعایت نکرده تو به کدوم میزن نمیدونه حالا اون مدیره که داره رد میشه فرض کنید میتونه مدیر همین شرکتی باشه که داره تولید واکسن و مدیریت میکنه نمیدونی دیگه یا مثلا بین انسانایی که فیتن از لحاظ هیکلی یا اونایی که چاقن مثلا کدوم انتخاب میکنی نه, نه بین پیر و جوون بین کشتن سرنشینان ماشین یا پیاده روها خلاص این داستانا نه نه یه مرد باشه یا یه زن و یه خانومی که حامل است و یه مردی که قانون رایت نکردن از اون یه مردی که داره قانون رایت میکنه کدوم همید برید بدید تست جالبیه بعد نتایجشو توی مجله نیچر چاپ کردن به اسم The ماشین Machine Experiment این هم دوست داشتید برید تمام تحلیل های آماری و ایناش توس... توش هست حالا من یه خلاصه ایش رو اینجا میگم اکثریت خب ترجیح داده بودن که جون تعداد بیشتری از آدما رو حفظ کنند مثل همون آزمایش قطاره ترجیح دادن حالا یه نفر از بین بره تا اینکه پنج نفر از بین بره بعد اینکه پیاده رو رو بزنن یا سرنشین از بین بره پنجا پنجا بود ولی جالبه من که جواب داده بودم من ترجیح داده بودم پیاده روه حفظ بشه تا سرنشینه نشون میده میانگین کجاست تو کجای میانگینی بعد برای اکثریت رایت قوانین تا حدی مهم بود یعنی ترجیح میدادم اونایی از بین برن که قانون رایت نکرده بودن دیگه اکثریت ترجیح داده بودن که جوون حفظ بشن یعنی اگه یه پیاده روی پیری داره میره جوونی ترجیح میدادم مثلا پیر از بین بره تا جوونه و دقیقا قضیه جالب همین تاثیر فرهنگ روی تصمیم گیری آدما فرهنگ هم قدیم راجبش زیاد صحبت کردیم مفاهیمی که توی ذهن من و شما هستن توی طبیعت فرهنگی وجود نداره ولی چجوری مقبولیت دارن اینکه تعداد زیادی آدم به این مفاهیم فرهنگی وقتی باور پیدا کنن اون فرهنگ مورد قبول همه واقع میشه همه دو پیروی میکنن ازش دنبال رو اون فرهنگ هستن حتی بدون اینکه اصلا بهش فکر بکنن خود ما اه, کلی مسائل فرهنگی داریم دیگه حالا قدیم بیشتر بود ممکنه بیشتر ممکن بود باشه الان کمتر نمیدونم شما قبل ازدواج دختر چه پسر دختر چه کاری میتونه انجام بده پسر چه کاری میتونه انجام بده یه سری محدودیت فرهنگی بود که اینه با هم فرق داشت یا اه, بگید یه ما... چیزای فرهنگی نمیدونم شما درستون رو باید چه جوری چی... باباش نمیکنه جلو بزرگتر پاشه دراز نمیکنه آره به حرف بزرگتر مثلا گوش میدی نصیحت میکنه حتما باید انجام بدید نمیدونم نه مسئله فرهنگی دیگه حالا دقیقا همین مسئله فرهنگی توی قضیه ای این تصمیم های اخلاقی که میتونه تصمیم های مهمی هم باشه خیلی دخیله چطوری همین آزمایش رو که تست کردن یه سری آدم ها بودن که حاضر شدن اطلاعات فرهنگ خودشون در اختیار بقیه بذارن که جنسیتشون چی بوده نناسندشون چقدر بوده مال چه کشوری چه دینی داشتن و اینا جالب ژاپنیا ها اکثریتشون باور داشتن که پیاده رو باید حفظ بشه ولی تو چین این باور وجود نداشته مثلا به طور مثال یا تو اکثریت فرانسوی ترجیح می که جوونا جونشون حفظ بشه پیرا از بین برن در صدی که تو چین این قضیه کمتر بوده اگرم نگاه کنیم حالا چینیایی که ما بینیم خیلی مثلا احترام میذارن به آدم سمبالاشون نشون چقدر در واقع باوره فرهنگی این وسط تو این تصمیم گیری ها مهم هستن آلمان چی داشتیم این وسط آلمان ها چه تصمیم آلمان آلمان ماشیناشون خراب نمیشه آه, آها اتفاقا راج خوبشو گفتی آلمان قانون دارن راجع به ماشینای خودران که میگه که تحت هیچ شرایطی نباید دقیقش یادم نیست ولی تحت هیچ شرایطی این ماشینه نباید محیط خطرزایی رو ایجاد کنه یا جون کسی رو بگیره اصلا توی همچون دوراهی چیزی میا. نباید قرار بگیره قرار بگیری یا محو میشه <applause> آره نمیدونم بال در میاره بال آره احتمالا از خجانت... زمانی که... از تا زمانی از که تا زمانی که به دقت خیلی بالایی نرسن یعنی شانس فیل کردنشون به صفر نرسه احتمالا این اصلا اجازه نمیدن که این اتوماتیک حالا ماشین رانندگی کنن توی خیابون حالا ولی داستان اینه داستان اینه که بابا چیه شما من یه ما یه خمیازی داستان اینه که 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 خود خود ما آدما توی اون لحظه که باید این تصمیم های سخت رو بگیریم توی اون کسری از ثانیه مگه خود ما چقدر میتونیم تصمیم درست بگیریم تصمیم اخلاقی بگیریم که حالا از ماشین ما انتظار داریم که یه همچین تصمیم بگیریم اینو کی گفته بوده توی یه در واقع مسئول خبرنگار بخش تک بی بی سی اینو توییت کرده بود که بابا مگه خود ما آدما تو کسری از ثانی هست که تو اون لحظه که اصلا فرصتی نداری حالا این آدم مثلا بی خانمان قانون رایت کرده اون آدم مدیر قانون رایت نکرده یا این فلان اون لحظه اصلا چنین چیزی نیست ولی حالا در اصلاد اینا مشکلاتیه که در واقع این سیستم هوشمند باید بهش جواب بدن قبل اینکه کامل توسط آدم مورد استفاده قرار بگیرن و کلا حالا یه سری ایرادات به این آزمایش فکری مطرحه خب اول یه آزمایش فکری دیگه مطرح میکنم بعد ایراداتی که به همین ترالی پرابلم هست رو راجبش صحبت میکنیم یه آزمایش فکری دیگه است به اسم دیوایلونیست که اینو برای در واقع یک کسی مطرح کرد که حمایت کنه از سخت جنین این بر خیلی بحث سخت جنین خیلی مطرحه که حالا اگه مناظرهای انتخاباتی هم دیده باشید مثلا بیشتر محافظه کارا به این اعتقاد دارن که سخت جنی نباید انجام بشه نمیدونم یه موجود زنده است چونش نباید از گرفته بشه از اونور خب دموکرات با تحقیق و با اعداد علمی دارن نشون میدن که نه حال همه دموکرات یه سری که در واقع اون بچه های ای که به دنیا میان خیلی سهم زیادی توی بالا بردن نرخ جرم و جنایت دارن تحقیق خیلی قشنگی انجام شده اون منطقه ای که سخت جنین توش آزاد شده توی چندین سال بعدش نرخ جرم و جنایتش خیلی کمتر بوده در صورتی که انتظار داشتن خیلی بره بالا به یه سری دلایل ولی این اتفاق نیفتاده ای یه تحقیق 20 ساله بود اینی که میگی آره آره از وقتی یه... بچه ها به دنیا آمدن تا وقتی که خیلی جالب بود من آره دقیقا انتظار داشتن توی دهه 90 یه سری مناطق نرخ جرم و جنایت خیلی بره بالا به خاطر اینکه حالا وضعیت اقتصادی اینا بد شده بود بعد دیدن این اتفاق نیفتاده بعد رفتن نگاه کردن 20 سال قبلش 1970 مثلا توی یه سری مناطق سخت جنین آزاد شده بود و خیلی از اون آدمایی که در واقع ناخواسته به دنیا می بدن چون شرایط خانوادگی خوبی نداشتن و تحصیلات خوبی کسب میکردن در آینده ممکن بود حالا دست به کار خلاف بزنن که این اتفاق نیفتاده بود و جلوشو گرفتن حالا این آزمایش فکریه چیه میگه که فرض کنید یه دونه ویولونیست خیلی معروفی هست که حالا مثلا کبدش کلیهش یه عضویش مشکل داره و فقط یه نفر تو دنیا هستش که میتونه به اون کمک کنه و اون شماید. خب داستان اینه بعد یعنی مدارک پزشکی نشون داده که فقط یه نفر میتونه این کار رو انجام بده اونم شما شما یه صبح بیدار میشی میبینی که روی تخت کنار این ویولونیسته هست و اصلا بدن شما وصل شده به این مثلا کبد کلیتون وصل شده به این و شما رو بیهوش کردن شب قبلش دزدیدن آوردن گذاشتن کنار این بدنتون رو, رو وست کردن دکتره میاد به شما میگه که آره ببخشید ما نمیدونستیم مثلا همچین اتفاقی افتاده اینو طرفدارای این ویولونیسته شما رو دزدیدن آوردن ما مجبور شدیم به هم وصلتون کنیم نگران نباش تو از بین نمیری بدن تو خون بدن اون رو تصویه میکنه خون بدن خودت هم مثلا تصویه میکنه هیچ مشکلی برات پیش نمیاد و فقط هم نه ماهه بعد نه ماه اون دیگه مثلا از بدن تو جدا میشه و تو هم میتونی جداشی بری این حالا آزمایش فکریه چی میگه؟ در واقع میگه که هر چقدر که اون ویولونیست مشهوره حق زندگی کردن داره حقشه که زنده بمونه حق نداره که از منابع بدن شما بدون خواست شما استفاده کنه که زندگی کنه این حالا مثال میزنن که بچه دار شدن نخواستن همین حالته وقتی طرف نخواسته یه موجود دیگه نباید حالا از بدنش استفاده کنه اینا. حالا اون بحثای خودش رو داره ولی حالا ایرادی که به این آزمایش فکری میگیرن اینه که این خیلی غیر واقعیه مثلا چرا طرف دارای حالا اون ویولونیسته نیاز دارن که چجوری اصلا دسترسی دارن به این مدارک پزشکی که نشون میده تو دنیا فقط شما میتونید در واقع کبل کلیتون مثلا به اون پیوند بزنید یا, یا همچین چیزی داره میگه که این حالا آزمایش اخلاقی که مطرح میشه باید یه شرایطی باشه که توی دنیا امکان اتفاق افتادنش باشه نباید انقدر خاص و پیچیده باشه بعد بگن که این آزمایش حالا اخلاقیه توی این قضیه واگن قطار که همون اولش فرهاد معذب شد میگن که این بیشتر از این که حالا شبیه در واقع میاری برای اندازه گیری اخلاق شما باشه یا مسائل اخلاقی باشه بیشتر شبیه شکنجه و فیلم ترسناکه که حالا تو باید بین مثلا اینکه یکی رو بکشی یا پنج رو بکشی یکی رو انتخاب کنی و یا لما اصلا مقاله و اینا راجبش چاپ شده که این اصلا آزمایش فکری درست نیست و یا در صورت با اینکه تو اتفاق افتاده دیگه یعنی همین آزمایش فکری قطاره یک بار تو واقعیت اتفاق افتاد و زیاد دور از فکرم نبوده آره مشابهش آره اتفاق افتاد ولی حالا ننوشته بود اصلا این... یعنی من پیدا نکردم که این 2003 که توی لس آنجلس اتفاق افتاد اون کسی رو کش یا نه فقط یا فقط ضرر مالی وارد شد ولی داره میگه این مدل آزمایش اخلاقی اینا بیشتر شکنجه چون تو شرایط طبیعی ممکنه انقدر دقیقش اتفاق نیفته ولی خب حالا داستان اینه که میگم ما که حالا بیشتر به سمت اتوماسیون داریم پیش میریم چه بخوایم چه نخوایم در آینده خیلی از شغلها از بین میرن و اینا توسط کامپیوترها به صورت اتوماتیک قرار با سرعت بالایی انجام بشن و دقت بالاتر از انسان ولی خب همیشه یه سری بحث اخلاقی همین وسط مطرحه دیگه دقیقا همین حالا مثال ماشین های خودران که آزمایشگاه MIT داره روش تحقیق میکنه که چه تصمیمی رو باید بگیرن جای سواله که حالا این ماشینی که داره خودش میره توی همچین شرایطی چه تصمیمی رو باید بگیره و اون مطالعه فرهنگی خیلی جالب نشون میده که حالا این تصمیمی که میگیره آیا این تصمیم توی مثلا کشور آمریکا باید متفاوت باشه با ژاپن باید متفاوت باشه با چین باید متفاوت باشه با ایران جایی که فرهنگ ها متفاوت و حالا بحثش هم کردیم دیگه فرهنگ هم که مطلق نیستش که فرهنگ یه چیز یه پدیده ذهنیه ما توی ذهن همون بهش باور خیلی پیچیده جون انسان ها یه اندازه میارزه نه اونم که میبینیم نمیارزه یه اندازه اصلا نمیارزه یا, نمیارز. یا اینکه بعد از آز فرهنگی متفاوت باشه یا اینکه به این نتیجه بیستیم که جون انسان ها در تمام مثلا کشورهای دنیا م. یه جوره و این قانون باید یک جور مثلا اج... اعمال بشه در تمام دنیا حتی یه جورم باشه اون حالتی که مثلا شما دو تا جوون رو میکشید یا دو تا پیرو باز جون انسان جونشون هم به این برابره یعنی این دوتا این هن یکی هن یا تو ممکنه یه ترجیحی داشته باشی فرق داره دیگه آره به این ژاپن و چین رو خیلی اینا چیزای جالبیه جوابی هم جواب درستی که قطعا وجود نداره ولی اینا در آینده نه چندان دور باید حل بشه و حالا به عمر ماها احتمالا قد میده ما میبینیم یه عالم اتوماسیون دیگه تا الان هر چیزی که بر ما مثال زدن گفتم به عمر ما قد نمیده حالا امیدوارم که تو میگی به عمر ما قد میده بار اول بود میشه قد نه این خب میده همین میده الان تسلا, تسلا ها, ها میتونه یه لول مونده تا لول 4 برسه و آره تسلا ها خب قابلیتشو دارن ولی حالا از از تکنولوژی کارم که به اونجا برسیم اینا باید از از اخلاقی جواب داده بشه یعنی قانون باید براش باشه قبل اینکه حالا مورد استفاده قرار بگیره دقیقا نمیدونم واقعا خیلی سخته یعنی اون کلاسی هم که ما داشتیم واقعا به نتیجه نرسیدیم و فقط یه فقط معرفی این کانسپته بود ولی جالبه خیلی اخلاق کلا پیچیده است حالا همه ی رشته ها یه اتیکس هم دارن ما دیگه مثلا اتیکس توی کامپیوتر پروگرامینگ هم داشتیم همه ی رشته ها بارون یه سوال شما جا. سر کارتون همچین بحث مطرح هست یا نه شما ببین ما حالا ما شخصی که بحث نکردیم ولی استخدام که میشی یه سری توتوریال و اینا هست سالی یه بارم دوباره باید بری اونا رو نگاه کنی بحث های مشابهش مطرح میشه هی hey, باید مرور کنی که حالا چه میدونم حالا ما توی فیلد خودمون داری یه پروداکتی رو میدی بیرون پروداکت کامپیوتری اگه مسئله اخلاقی توش باشه شما چجوری باید مدیریت کنید چیا رو باید رعایت کنید آره هستش نه بیشتر منظورم تو بحث هوش مصنوعی و اینا بود مثلا که نه اینکه اخلاق کلیه تو ارگانیزیشن و اینا اونه. آره ببین مثلا الان هوش مصنوعی مثلای دم دستیش که داره به کار میره شما فرض کن برای وام بانک که اپلای بکنی چی ما؟ آها بانک برای وام که اپلای بکنی این در واقع سیستم هوش مصنوعی به صورت اتوماتیک یه پیشبینی رو در اختیار اون کارمند بانک قرار میده که اون پیش بر اساس چیه؟ بر اساس سوابق شماست در اصطلاح یه سری فیچر اکسترکت میکنه یه سری ویژگی استخراج میکنه از زندگی تو مثلا تو چند سالت متحلی مجردی رشته تحصیلی چیه درآمدت چیه مثلا آیا بدهی داری یا نه بر اساس اینا اینا رو جمع وری میکنه و یه نتیجه گیری رو در اختیار آن کارمند بانک قرار میده اونا ادامش میرن این یه مثال یه مثال دیگه کجا به کار میره توی مسائل پزشکی خیلی به کار میره هوش مصنوعی مثلا کامپیوتر ویژن و اینا که چون هم مثلا عکس ام یا ایکس رو میذارن و این قراره که اتوماتیک تشخیص بده که آیا مثلا تومور هست یا مشکلی اونجا هست یا نه خب و این سیستم رو پیش انجام میدن الان همچنان اینه که پزشک باید بره اونو مرور کنه این وسط یه نکته پیش اومد خیلی هم دور نیست نکته ای که پیش اومد اخیره که این سیستم های هوش مصنوعی ممکنه جواب درست رو بدن به دلایل غلط خب مثال میزنم که واضح تر باشه فرض کنید یه سیستمی طراحی شده که روی تانک ها گذاشتنش این تشخیص بده که آیا تانک دشمن جایی اختفا آره جایی قایم شده یا نه خب چی میگن این رو چی میگن آه. چی استتار داکر. کرد آره 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 جای ببین دنیا به کجا رسیده من دارم جوابای فارسی کارونو میدم بترسید <applause> آره فرض کنید یه سیستمی طراحی شده هوش مصنوعی یه دوربینه که دور رو در واقع اسکن میکنه و به تانک تو میگه که آیا تانک دشمن یه جایی قایم شده یا نه این سیستم رو چجوری طراحی کردن اومدن یه عالمه عکس گرفتن از محیط توی یه سری از عکس‌ها یه سری تانکو گذاشته بودن که استتار کرده بودن توی یه سری از اکس ها هیچ تانک استتار نکرده بود خب بعد اینا رو لیبل گذاری کردن یعنی به کامپیوتر گفتن که این عکسی که دارم بهت میدم تو این یه تانک استتار کرده تو این عکسی که میدم استتار نکرده این تعداد این سامپل ها رو بردم بالا و حالا الگوریتم های هوش مصنوعی حالا ماشین لرنینگ به طور اختصاصی از دیتا یاد میگیرن یعنی تعداد زیادی دیتا که به اینا بدی اینا یاد میگیرن که سری بعدی که یه عکس بدی دیگه خروجی رو خودش تعیین کنه این یادگیری بر اساس اون لیبل است. این یادگیری رو بچه هم انجام میده مثلا بچه از شما میپرسه این چیه بهش میگی این چیه بهش میگی سری بعدی مورد مشابه ببینه مثلا اوه, آره. اوه اصلا صورت فرهاد میینه اصلا خر... اصلا همیشه خراب میشه خب بگو یا بفرمایید آره بچه سری بعد که مورد مشابه ببینه دیگه مغزش متوجه میشه دیگه از تو نمیپرسه که این چیه خودش لیبل گذاری میکنه حالا تو کامپیوتر هم همینه حالا برگردیم به مثال تانک فرض کنید توی جمع وری داده یه اشتباهی صورت گرفته باشه توی تمام صحنه هایی که یه تانک استطار کرده فرض کنید هوا ابری بوده خب تو تمام صحنه هایی که تانک استتار نکرده بود هوا آفتابی بوده خب سیستم کامپیوتری شما ممکنه اون لحظه یاد بگیره که تشخیص بده هوا ابری یا آفتابی بنابراین وقتی شما میری سیستم رو توی واقعیت تست میکنی میبینی داره همیشه جواب غلط میده چرا چون یاد گرفته فقط هوا رو نگاه کنه پس این میشه سیستمی که به دلیل غلط جواب درست رو داد حالا برگردیم به مثال پزشکی اگه شما یه اکس ری ام گذاشتی اگه به دلیل غلط به شما داره میگه حالا این تومور هست یا نه اونجا مشکل پیدا میکنه دیگه حالا اونجا چه مبحثی مطرح میشه این هم مبحث اخیری توی اروپای قانونی گذاشتن به اسم رایت تو ان یعنی تمام سیستم های هوشمندی که به کار میره باید یه اکسپلینیشن هم داشته باشه کنارش بنابراین به دکتره که ارائه میده سیستم هوشمنده میگه تومور هست مثلا یه, خ... یه دایره میکشه دور نقطه‌ای که فکر میکنه توموره حالا دکتر خودش دستی میره نگاه میکنه ببینه تومور هست یا نه سیستم بانکی میگه که این به این نباید وام بدی به این دلیل که مثلا میزان بدهیش قبلا زیاد بوده خیلی جالب شد چون من داشتم پادکست بیل گیتس و رشیدا جونز گوش میکردم همین که در این مورد آقای نویسنده کتاب چیز سی پیانو برد آقای هر... هریری آره هر... آر بعد این سوال از بیلگیت خب بیلگیت کلا نگاه مثبتی داره به آینده و هوش مصنوعی کلا اینطوریه ولی این یه کمی به چالش کشید بیلگیت و گفت که مثلا وقتی میره الان امروز وام بگیری اون کارمند بانک چهار تا پنج تا فاکتور رو میتونه در یک لحظه مثلا مرور کنه به تو بگی آره یا نه بعد میگفت ولی رفته رفته با هوش مصنوعی اون میتونه از اولین دقیقه ای که تو به دنیا اومدی و زیر نظر یه آنالیز کنه و یه جوابی بده و بعدم که تو میری تو بانک مثلا اگه موافقت نشده باشه بگی آقا چرا نشده گفت من نگرانیم از اینه که نتونن افراد آدم ها جوابگو باشن به خاطر اون الگوریتم که ران میشه تو پشت صحنه و فقط میتونن فقط میگن که آقا ما آلگوریتم رو بهش اعتقاد داریم و همینه که هست میگفت من از این نگرانم جالب بود که کارونم اینو آره ای این میگم خیلی حالا اخیرا ریسرچ های زیادی روی این قضیه انجام شده اصلا الگوریتم های طراحی دارن میشن که به صورت خودکار داره به شما توضیح هم میده مشکل اینه که این الگوریتم خیلی پیچیده میشن و من انسان وقتی بهش نگاه میکنم نمیفهمم چرا نمیفهم. این تصمیم گرفته یه سری الگوریتم حالا طراحی شده که به صورت خودکار وقتی داره ترین میشه توی اون مرحله یادگیری طوری ترین میشه که همزمانم هم میتونه به شما توضیح بده که چرا داره این نتیجه گیری رو میگیره ولی یه ترید آف این وسط هست بین کیفیت این الگوریتما با. و میزان سادگیشون چون اونی که میتونه توضیح بده ساده تره ولی وقتی ساده باشه کیفیتت پایین تره اینا حالا خیلی توی حالا کنفرانس ها اینا پیپر و رو اینا روش زیاد میاد ولی در آینده پیش بینیایی که میکنن پردیکشنی که در واقع این مدل رو انجام میدن مدل های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگی یه توضیح هم کنارش میدن توی این موردی که آقای حراری مشکل داشتن همین اولی تموم شد آره بود جالبی بود خیلی خیلی, خیلی بود علاقم بود یکی دو تا کامنت میخونی برامون آره حتما اه... من از خواهی کنم جالب نتونستم خوب در بیارم خاطر که کمی بی برنامه کردم ولی کامنت دارم از یوتیوب بود کامنت گذاشته بود که آقا کی سایت خود به تو میزنید دارن دار... روش کار میکنن ما کار میکنیم که بتونیم همترین سایت دو با, با بهترین سایت ما رو نداره ما کنیم پشتیبانی ما خود چند تا بازی هم خودمون داریم طراحی میکنیم که فقط برد و بده به شما شما بیاید فقط ببرید میتونید کسب به درآمد بکنید برای من... پشتیبانی هم از اونجاست پشتیبانی هم به کس تاکس مسیج میدید سریم و جواب میدید بلا فاصله جواب برداشت آنی داره راحت خودایی دید من جالبیشی نیدید نه برو نه بگو الان الان میشه کن حرف بزنیم اسم اینا بیاریم آه نه آره می... چرا نمیشه خب چرا الان تو نمیتونی بگی مثلا شاد مر سایت شاد بندی زده <applause> خیلی قشنگ بود می‌خواستم بگم ها نمیدونم آخه اسم کیو میخوای بری بیا نه نه خب حالا رپر اینا اینام که اکثرشون دارن و اینا الان اخیرا یه رپر دیگه وارد این قضیه شده و خواسته که آلات رابین هودوار بگه که آقا بغیر بدن من اومدم دیگه کامل شسته و رفته با قوانین با همه شر و همه چی میخوایم که مطمئن بشیم شما این کار میکنید پولتون چیه این کدومه؟ ای خط من ارفان آره. آه, این دعواشون پس باید آه, آه. آه. جا... یه دونه سایت قشنگ هم زده بودن اینا دیدی همشون یه چی چی بت دارن مثلا برای ما قرار بودش خود بت با اینو گفتم میرینم بت دات کام قشنگه آره از جالب دیگه هر کی که میاد ادعا داره که آقا سایت من بهتره من غمخوار شما من دلم واسه شما سوخته حالا واقعا هم شاید یکیشون باشه ولی انقدر که دیگه این چند ساله عقبه بعدی از خودشون چیز کردن نشون دادن دیگه اعتماد کردن سخته شادمکی ویدیو تبلیغاتی زده و برای سایتش خیلی دار بود با کرینچ در این ویدیو سوال زده اون کنسرت های لاسه مرده هست که آره کنسرت تبلیغ میکنه آره آره همون اون میگفت که بیا این بابا چقدر وز خرابه که هنرمند مثلا باید بیاد سایت شرفندی من فکر میکردم خوبی داشته باشه مهم نیست بیشتر میخواد و مالش رو خوب کنه رید آقای دیگه هم بغیر از خود خود نه آره داری خود بتن مستر بیگ ای گفته یه بخش باید به اپیزود اضافه کنید به نام بخش یخچال هفته یخچال هفته برای چی؟ یخچال کارون اپدیت ندارم خیلی مشکل حل شده من اپدیت در کامپیوترم بدم اگه خدا بخواد مشکل حل شد واقعا آقا خراب بود مشکل از قطعه بود قطعه خراب بود قطعه رو در آوردن عوض کردن تعویض کردن خداشک درست شده قطعه رو لولو بود گفته بودن که اینکه هر سری طول مدت طول مدت پیش اپیزود داره زیاد میشه نشون میده خودتون هم بیشتر دارید از گپ زدن لذت میبرید همین فرمون رو برید جلو عالی مارکست اسم کسی <applause> بود ما از گب زدن که از روز اولش هم لذت میوردیم نگوردیم بچه ها از یه معذب بودن یه نمیذاشتن حرفش بلی. رو حد اون راحت شدن. برای <تصفح> آره حرفایی که بزنیم قبلش آره دیگه نه حرفایی که توی آه. همون گپ زدن و اینا ولی اونم به مرور داره حل میشه مشکل سخت افزاری بود عوض کردیم بله محسام خیلی روک و پوسکنده و گفت که کار رو من رود کراش دارم لعنتی لعنتی چه همه میخونی در مورد خاطری که ایمان از پدرش گفت کدومش هایی گفتن که کاش تو ایران از بابای ایمان هشتاد میلیون داشتیم خیلی آ این فکر کردم چیزه مربوط به اون دستشویی است که با شهردار میخواستن برن دستشویی شرطا برندشوی. به دستشویی موجیب هم کامنت خنده گذاشته بود نمیشه مندم به جای واژه بیگانه 5G از 5 جیم یا 5 گاف استفاده کنیم <تصفح> ما گفته بودیم یه سری کامنت هم بود در مورد اه... در مورد, ها... در مورد چی کامنت گرفتم جانبی بود که کارون که اینقدر سنگ فارسی و به سینه میزنه چرا میگه جینجر <تصفح> گفتم جینجر خیلی آره همین فقط گفتی جینجر اصلا خب میگفتید من حواسم نبود ع... من چون پدرم تو خونه همیشه میگفت جینجر <تص Emma> <ازم> پدرم من جینجر کار اصلا <laughs> ما زنجبیل نمیگفتیم در مورد اپیزود کانسپیرسی تو رجی کامنت خیلی باحال داده بود بود دوستان به آرم خودکست نگاه کنید شما هم نشانه هایی که می... من میبینم رو میبینید <تصحنت> کافیه به... به چهار قسمت تقسیمش کنید و از چپ به راست رو عوض کنید و بعد میفهمید چرا دارن از فراماسونی فراموسون... فراماسونی تعریف میکنه اصلا چرا باید کارون در سمت راست جریان داشته باشید جریان سمت راست چیه خیلی قشنگه این گفته بود و فکر کنم میدونه در این مورد که دقیقاً همون یعنی جمله بندی دقیقا همون چیزی که من میخوام در صحبت بکنم هفته دیگه و بگم که این جور کانسپیرسی از چی استفاده میکنن که محبوب میشن تو دل آدم ها؟ دمش این خیلی تنز فاخری به کار برده بود آفرین آفرین مرحبا این بود, بود, از بود از کامنت های ما بله خیلی عمالی مرسی که با ما بودین ما توی تمام فضای مجازی اسم ما خودکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و پنج شنبه با مهیاد با یه اپیزود دیگه برمیگردیم خدافظ خدافظ